امروز در کنار مرد آواز ایران خواننده همیشه محبوب آقای فرهاد هستم. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانماز ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. همچنین که گفتم از بچگی، البته باز اینم تقریبا به یک شکلی تصادف بود. من برادر بزرگی دارم که اون ویولون کلاسیک میزد و به همین دلیل صفحاتی که اون موقع البته از این صفحه های 78 رو اینا بود داشت و اینا با گوش من از بچگی، یعنی گوش من از بچگی با این موسیقی آشنا شد و علاقه من شد بدون اینکه بفهمم اصلا اینا چی هستن. فرهاد، شما چرا ترانه های عاشقانه نخوندید اونطور که مد بود اون سالها هم میخوندن؟ اون سالها ما خیلی زیادی داشتیم آهنگ های عاشقانه، یعنی من تصور میکنم انقدر زیادی بود و البته چیز متاسفانه خوبی هم نبود، نمی میخوام بگم هیچ، اما انقدر کم بود که من اصلا یادم نمیاد چیزی شو بگم. یعنی که من هیچ ارادتی حداقل اون سالها به اون آهنگ های عاشقانه نداشتم، ولی شعر عاشقانه خوب رو خیلی دوست دارم و اگر فرصتی پیش بیاد و چیزی پیدا بکنم انشاءالله اجرا خواهم کرد. تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من، تو هم با من نبودی، آن که می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی. اولین ترانه‌ای که برای موسیقی مد در ایران استفاده شد، موسیقی که در زمینه فیلم باشه بهش میگن موسیقی مد، و این اولین بار در ایران این کار رو من کردم با فیلم رضا موتوری و ترانه مد تنها با صدای فرهاد که میل خواندن ترانه فارسی اصلا نداشت. واقعا بسیار خواهش تمنه ازش کردم و بهش قول دادم که اگه دوست داشتی اینو من پخش نمی کنم و پاک می کنم. رضا موتوری ما
عقی با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرحوم یه مرحوم. فرهاد از کوچیکیش نبوغ داشت تا روزی که فوت کرد، گرایش به موسیقی داشت ولی نشون نمیداد، اما به گوش میداد موسیقی. یه ویولونسل چیزی کوچیکی هم داشت، پشت بازی میکرد. پدرم ویولون میزد، برادرم ویولون میزد، چادر استاد ابوالحسن سبا بود. توی خانواده موزیک شناس ما بزرگ شدیم. فرهاد دوست نداشت مطالبی به کسی بگی، هیچ وقت پیش کسی در دل نمیکرد، نه خوشحالی نه بدحالی. خوشحالیشی به هیچکی نبود، نمیگفت خوشحالم نبود، غمشم به هیچکی نبود.